شما و کارشناسان، سه شنبه 9 شب، دکتر سهراب خوشبین پاسخگوی سوالات شما در امر تندرستی. سه شنبه ها 9 شب. درود به دوستان عزیز، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. خب من فکر میکنم که اول خط ها رو باز میکنیم. بفرمایید خواهش میکنم، رو خط هستید. سلام آقای دکتر. سلام بر شما، حالتون چطوره؟ خوبین الحمدلله. من قبل از اینکه به سوالم رو مطرح کنم، خواهش میکنم، میخواستم اول از دستاندرکاران تلویزیون ITC تشکر کنیم که همیشه بهترین برنامه ها رو به جامعه ایرانی ارائه دادن. متشکرم. من ازشون تشکر میکنم، به خصوص جناب عالی هم که دیگه رأس تمام برنامه ها. خواهش میکنم. این زیبایی کارهای کارگردان اینجا که قشنگ کار میکنه. بله. دقیقا دیگه همه برنامه ها به زیبایی واقعا، و همیشه تنها تلویزیونی که من به راحتی میتونم باهاشون تماس بگیرم. بله واقعا. برنامه های دیگه خود ما مشکل پیدا میکنیم. در صورت انشالله که خوب باشین و شما هم سلامت باشین. آقای دکتر، من قبلا از شما یه سوالی کردم در مورد اون باکتریای بروسلز. بله بله. بروسلز. اوکی. بعد اینو من توی کامپیوتر که گوگل کردم، اینترنت نوشته بود که آنتی بیوتیک برای 6 هفته باید خورده بشه. آیا شما موافقتی دارین با آنتی بیوتیک؟ چون من اصلا آنتی بیوتیک اصلا بر نمیدارم به طور کل، یعنی بیشتر با برنامه های شما و داستان های شما جلو میرم. میخواستم ببینم اگر واقعا این ریشش کنده میشه با چیز آنتی بیوتیک، وگرنه من دارم انجکت میکنم، از طریق هفته یه انجکشن به من میزنن و از این صحبت ها، از طریق دکترای هومیوپات و از این حرفا، آیا واقعا اینطور هست؟ و بعدم شما فرمودین که برای اینکه معده جمع بشه سلیپری الم استفاده کنم. آیا پودرشه و یا قرصایی هستش سلیپری الم که در هول فود هست؟ میخواستم بدونم که همون اون کفاف میکنه به این مطلب و چند تا دونه خورده بشه. چشم، بسیار خوب، مرسی. بله. خیلی ممنونم از محبتتون. اگر که جواب بشنوم خیلی ممنونم. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون باشه. بله، نگاه کنین، البته آنتی بیوتیک ها همونطوری که میدونین در خیلی از موارد دیگه کارساز نیستند، و دلیلش هم این هست که به دلیل اینکه ما در معرض آنتی بیوتیک هستیم همیشه، خیلی از آنتی بیوتیک ها واقعا بعد از چند ماه ابسولیت میشن و خب دیگه اصلا از دور خارج میکننشون حقیقتا. چرا؟ برای اینکه ما هر روزه داریم آنتی بیوتیک میخوریم بدون اینکه خودمون بدونیم. ما اگر که گوشت و شیر و لبنیات و این حرفا بخوریم، اینا تماما، چه چیکن البته چه ترکی، تمام اینها آنتی بیوتیک داره توش، چون که اینها رو تزریق میکنه آنتی بیوتیک زود چاق بشه، خیلی ساده، و میریزن جلوشون که بخورن بذار اینکه مریض نشن. چون که گاوداری ها و به طور کلی طویله ها که اینها حیوانات رو نگه میدارن بسیار کثیف هست و اینا نمیخوان تمیز کنن. وقتی که جای تمیز باشه اصلا احتیاجی به آنتی بیوتیک و چیزای دیگه نیست. یعنی گاو دیگه مستایتیس اصلا نمیگیره، گاو تر تمیز و خوبه و بهش مریض نمیشه، چرا بعد مریض شه؟ و خب برای اینکه اینها کثیفه، بنابراین خیلی ساده است برای فارمرز ها، خیلی ساده است که آنتی بیوتیک بریزن جلوشون رو و اینو بخورن، و ضمن بی رویه به اینها میدن. برای اینکه نگاه کنین، شما در اینجا اگه بخواید برین آنتی بیوتیک بخرین، اگه برین داروخانه بخواید آنتی بیوتیک بگیرین، بهتون نمیفروشن. در حالی که فارمرز ها تنها کسانی هستن که میتونن برن، یعنی براشون آنتی بیوتیک کیلو کیلو میفرستن، و اینها خب حالا نمیدونن که چقدر باید بریزن، چقدر دلشون میخواد جلو میریزن و میخورن. بنابراین آنتی بیوتیک به بدن ما میاد، و خب وقتی هم ما آنتی بیوتیک دیگه میخوریم، خب مسلما ما مسئول شدیم در مقابل بسیاری از آنتی بیوتیک ها. و میبینین که هلیکوباکتریوم مثلا که الان خیلی زیاده و اکثر مردم دارن، آنتی بیوتیک های خیلی قوی میدن، بعد از نمیدونم 3 هفته یه ماه آنتی بیوتیک میخورن، دوباره میرن تست میکنن، میگن نخیر هلیکوباکتریوم سر جاش، و بنابراین این کارگر نیست. همونطوری که بهتون گفتم، بهترین راه برای از بین بردن این نوع باکتری ها، ویروس ها، چیزایی که در معده وجود داره این هست که شما همون هایدروکلوریک اسید 1% رو استفاده کنین، و این از همه بهتره. برای اینکه وقتی که این وارد معده میشه، هایدروکلوریک 1%،
واقعا میره لایه اون لایه های معده و هر میکروبی هر چی که باشه در اونجا لونه کرده باشه، چون که میدونین که واقعا اگر که معده رو دیده باشین، معده لایه لایه رو هم هست و بعضی وقتا که واقعا اینها دوربین میندازن و دکترها چیز رو نگاه میکنن، توی معده رو نگاه میکنن، اندوسکوپی میکنن، اصلا واقعا چیزی نمیبینن، چون که بعد دونه دونه این لایه ها رو کنار بزنن و واقعا ببینن اون تو چی هست. برای این است که بسیار خیلی وقت ها میس میشه، اصلا نمیتونن پیدا بکنن چیزی رگ در اونجاست. معده خیلی از افراد واقعا سالمونلا داره، معده بسیاری از افراد هلیکوباکتریوم داره، معده بسیاری از افراد چیزای دیگه داره واقعا، و اینها متاسفانه در اونجا میمونه. بنابراین اسید هایدروکلوریک اسید 1% یکی از بهترین واقعا میشه گفت داروها هست که واقعا ریسرچ های من نشون داده که به کسانی که دادم اینها واقعا هلیکوباکتریوم کاملا از بین برده، گفتم سالمونلا داشتن از بین رفته و تمام اینا از بین میره. بنابراین به نظر من شما بهترین کاری که میتونین بکنین همون هایدروکلوریک 1% رو ادامه بدین تا امیدوارم از بین بره. در مورد اسلیپری ام، واقعا اسلیپری ام یه چیز معجزه گریه، خیلی خیلی چیز خوبیه و میدونین که از ریشه یک درختی هست و اینو پودرش میکنن ریشه درخت و خیلی چسبناکه، یعنی شما وقتی که میریزین و با آب قاطی میکنین اگه بذارین بمونه مثل واقعا مثل سریش میشه، یعنی نمیشه اصلا بازش کرد اصلا. یعنی که وقتی میریزین توی آب هم بزنین پودرش خیلی خوبه و حتی پودر اسلیپری ام میتونه سرطان معده رو واقعا خوب بکنه، واقعا خیلی چیز جالبیه اسلیپری ام. حتی اگر شما ترش میکنین، ناراحتی دارین، ناراحتی معده دارین، اسلیپری ام رو با غذاتون بخورین ببینیم واقعا چقدر کار میکنه برای شما. و خب می اسلیپری ام رو پودرشو به نظر من بگیرین شما بهتره و توی آب بریزین و زود هم بزنین و بخورین و نگرش یعنی ندارین که به اصطلاح به هم بچسبه ژله‌ای بشه و نتونین بخورینش و بسیار چیز خوبی است. بفرمایید خواهش من رو خط هستید. الو سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از برنامه‌تون. سلام بفرمایید خواهش می‌کنم. سوال کوچیکی داشتم اگه لطف کنید بگید. بفرمایید. یکی شما گفتین که برای دردای عضلانی چیز بخورین، به میگه مگنزیوم سیترات. بله بله کاملا صحیح. من دوست دارم رفتم هول فود بگیرم، یکیش میگه که مگنزیوم سیترات هستش با چیز کربونیت اند سیتریک اسید. همونه بله، همون خوبه. همون خوبه بله. این دو تا رو دیگه هم گفته بایو سیتریت مگنزیوم. نه اون به درد نمیخوره، اون به درد نمیخوره. شما اگه تو شیمی خونده باشین یا یادتون باشه معمولا اگر وقتی شما سیتریک اسید رو روی به اصطلاح مگنزیوم سولفید یا هر چی بریزین، این چیکار میکنه؟ این مگنزیوم سیتریت به اصطلاح میده و این دو تا با هم قاطی میشه، بله. ریاکشن میدن و مخصوصا شما بله، و مثلا شما وقتی میخوایم بخوریم بعد آب جوش اول یه ذره بریزین روش که این بسته قلقل بکنه، ریاکشن بده، مگنزیوم سیتریت تولید بشه، بعدا آب سرد میریزین روش و میخورینش. بله پس این مگنزیوم کاربونیت این خوب هستش. بله 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 با سیتریک اسید. بله. یه سوال دیگه هم در مورد این داشتم که شما گفتین لستین بگیرین که خوب هستش برای کلسترول و چیزای دیگه. بله. این لستین رو گفتین که باید جی ام او نداشته باشه، ولی این که من گفتم از هول فود اسپرادت نیست، چیز اوکی هستش یا نه؟ یعنی جوون گفتیم با جب بزنن؟ نه 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 دیگه، لستین که جوونه نمیشه بزنن، لستین برای اینکه مثل سمغ میمونه، لستین جوونه نمیزنن، لستین که نات نیست که جوونه بزنه. بله دیگه بل. از سویا درست نمیکنن؟ چرا از سویا درست میکنن دیگه، اگه روش بنویسن که از سویای به اصطلاح ارگانیک سویا درست شده خیلی بهتره، اگه ننویسه معلومه از سویای به اصطلاح جی ام او درست شده. ننویسه نان جی ام او. خیلی خوب، این ننویسه خوب درسته دیگه. بله یکی سوال کوچی دیگه برای چشم، اگه کپسولایی که بخوایم بگیریم اگه کامبینیشن همه شو داشته باشه، بیلبری و لوتین و برایت آیز سیچی آی برایت، بسیار عالیه برای آی برایت. بله یکی که من گرفتم یه چیز دیگه هم اضافه کرده که زیزانتاین. بله زیزانتاین هم که داره اونم خیلی خوبه برای چشم. بله بیلوبا اونم داره، گینکو بیلوبا هم خوبه. بله هیچ اشکال نداره. بعد یه سوال کوچولو دیگه دسته، گفتی که آب اکسیژن برای شستن دهان، یکی دیدم هول فود داره که خوراکی هسته، چون قبلا شنیدم آب اکسیژن خوب نیستش برای دهان شستن، لثه رو خراب میکنه، این خوراکیش خوبه؟ چشم براتون توضیح میدم. چشم خیلی ممنون از لطفتون، مرسی خدا نگهدارتون. بله بله آب اکسیژن خوراکی فرقش که با آب اکسیژن های دیگه هست اینه که مواد نگهدارنده درش نزدن، بنابراین خیلی زود از بین میره. بنابراین شما وقتی آب اکسیژن، این آب اکسیژن بهش میگن آب اکسیژن 33 حجم یا آب اکسیژن 100%، چون که آب اکسیژن 100% و این آب اکسیژن شما اول باید 1:7 همیشه رقیق بکنین، مواظب دستتون باشین و دستتون نریزه، با دستکش کار کنین.
یک به هفت رقیق میکنیم، میذاریم تو حمومتون همیشه کم کم، یعنی چون که اونا همه را بخواین درست کنی از بین میره اکسیژنش. یک به هفت درست بکنیم، بذاریم تو حمومتون، هر دفعه یه قاشق به اصطلاح مرباخوری آب بریزین ته لیوان، یه 10-15 قطره از این آب اکسیژن بریزین توش، مسواکتون رو بزنین اون تو و دندوناتون رو با این مسواک بزنین، هم دندونا رو سفید میکنه، هم ضد عفونی میکنه و خیلی تمیز میکنه. بفرمایید رو خط هستید. درود بر شما آقای دکتر. درود بر شما. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدمت شما میخواستم برام بگین که فرق بین هماروید و زخم روده چی هستش و برای هر دوتاش چی خوب هستش. یک دنیا ممنونم، عجبتون با خدا وقت. قربان شما، خدا نگهدار. بله، خب فرق با هموروید، هموروید اولا به اصطلاح میشه گفت که کانستریکشن یا کلوف شدن رگ‌های مقعد هست که با خونریزی همراهه و بیشتر مربوط به کبد میاست و اگه فشار زیاد معمولا میارین این رگ‌ها پاره میشن گهگاهی و خونریزی میده و حتی گهگاهی خارش زیاد و سوزش زیاد داره. هموروید معمولا یا خارجی یا ذره داخلی، طرفهای داخل مقعد. ولی زخم روده زخمی است که توی روده هست. حالا کجای روده هست میشه خیلی جا باشه، میتونه بالای روده باشه، پایین روده باشه و قسمت‌های مختلف روده. معمولا زخم روده خیلی مشکله به اصطلاح خوب کردنش و البته هموروید رو میتونین با چسنات یا اینکه اسمش از علمیش از اسکلس استفاده کنین. معمولا خیلی زود خوب میکنه وقتی بخورید اسکلس بخورید. زخم روده رو معمولا میتونید با تنقیه استفاده کنین، این خیلی خوبه در مورد زخم روده چون که دسترسی کامل شما از روده بهش، از پایین از مقعد بهش دارین و بهترین چیز همون الان صحبتش میکردیم اسلیپری الم، یعنی شما کافیه که اسلیپری الم رو معمولا 2-3 قاشق سوپخوری تو 1 لیتر آب نیمی گرم میدونین که بعد آبی باشه که وقتی دستتون میزنین توش نسوزه و همینطوری سرد نباشه، یعنی دست، یعنی باید آبش درجه حرارت بدن باشه، یعنی حدود 36-37 درجه حرارت داشته باشه و این رو مخلوط میکنین اسلیپری الم رو با این و تنقیه میکنین و باید سعی بکنین که این مدتی بتونین نگهش دارین در داخل رودتون. معمولا روزای اول یا دفعات اول شما فکر نمیکنم بتونین نگه دارین، من اینکه درد شدیدی بهتون میده، ممکنه بلاکیج داشته باشه، ولی بعدا کم کم میتونین مقدار بیشتری به اصطلاح هم مقدار بیشتری آب هم مقدار ساعت بیشتر این رو نگهش دارین و وقتی بتونین یه چند ساعت این رو نگه دارین کم کم اون زخم روده رو واقعا خوب میکنه و از بین میبره و این بهترین متدی است که شما میتونین زخم روده رو از بین و هیچ راه دیگه نداره، هیچ راه دیگه وجود نداره، این بهترین طریقه است و واقعا اسلیپریم بعد از براتون بگم یکی دو هفته وقت زخم روده رو کاملا درمان میکنه و خوب میکنه. بفهمی رو خط هستید؟ سلام علیکم آقای دکتر، خسته نباشید. متشکرم، مرسی. من یه 3 سوال کوچیک داشتم از خدمتتون. می‌فرمایید. اینکه چند روز من پشت گردنم، یعنی پشت تقریباً وسط شونم، شونه راستم یه ریزه یه حالت ولول می‌کنه. حالا من نمی‌دونم این مال اعصاب مال چی هست. بله. یکیش اینه، یکیش این که می‌خواستم ببینم ماست کلسیم بدن تامین می‌کنه. من 4-5 کارته در روز می‌خورم، قرص نمی‌خورم، قرص کلسیم. کپسولش هم نمیتونم بخورم. بعد یکم که همپ چه خاصیتی داره، میشه ریخ رو ماست خورد؟ همین، خیلی ممنون. خواهش میکنم، سوالی نداره. خواهش میکنم، متشکرم، خیلی ممنون. خب اگه پشت گردن و شونه راست معمولا درد میکنه، معمولا شونه راست نشون دهنده کبد هست، یعنی اگر که شونه راست درد بگیره ما بگیم که کبد خوب کار نمیکنه و بنابراین شما باید کبد رو تمیزش بکنید. این مسئله به کبد طرف راست.